سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، ابری و گرم با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو همراه میهمانان این شماره تفسیر خبر در هامبورگ. آقای مهندس حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و در نیوجرسی. آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه رتگرز و تحلیلگر سیاسی. میپردازیم به مهمترین خبرها در عرصه داخلی و آنچه که در منطقه و در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. انتشار فهرست کسانی که میلیاردها دلار از بانک های دولتی وام گرفتند و پس نمیدهند. آنچه که در مذاکرات در حاشیه مذاکرات 5+1 بین فرستادگان ایران، حکومت ایران و نمایندگان واشنگتن گذشت، از موضوعات مورد بحث در برنامه امشب تفسیر خبر خواهد. تا لحظات دیگر. آقای شریعت مداری گرامی، سلام به شما. من هم سلام دارم خدمت شما، میهمان گرامیتان و همه بینندگان و شنوندگان شما در هر جای دیگه که هستن. آقای امیر احمدی عزیز در نیوجرسی، با سلام به شما. سلام عرض کردم خدمت شما، آقای شریعت مداری عزیز و هموطنان گرامی هر جای دنیا که هستن و شنوندگان مشخص شما. همچنان بعد با سپاس بسیار شرق آقای امیر احمدی به شنوندگان ما هست، چون روی امواج رادیویی هم برنامه های ایران فردا رو میتونید بشنوید. آقای شریعت مداری عزیز، ببینید یه فهرستی منتشر شده، اول به شکل شایعه بود، این ورون ورون صحبت هایی بود، الان به طور رسمی خیلی جاها منتشر شده. حداقل 70 میلیارد دلار کسانی در دولت آقای احمدی نژاد، دولت مورد تایید آقای خامنه ای، وام گرفتن. نه کسان دیگه، فقط دولت احمدی نژاد نیستن. آقای سعید مرتضوی یک شخصیت بین المللی به معنی بین الجناحین همه جناح در حکومت جمهوری اسلامی است. ببینید این پدید اومدن چون فسادهایی که اولیش این نیست، آخرینش هم نیست، اینا رو ناشی از چی میدونید؟ با ژست ها، با سخنرانی های مداومی که آیت الله خامنه ای هم میکنه که ما قلگوی جهان باید باشیم و و و. بله خب ببینید، این 70 میلیارد دلار مدت ها بود که سر زبان ها بود که اختلاس شده و لیستش جدیدن در اومد و مطالبه اون واگذار شد به یک مرکزی در داخل بانک مرکزی، یک واحدی که اون رو پیگیری کنه. ولی اینکه چرا امکان چنین اختلاسی هست، از یک سو برمیگرده به اینکه تیمی که آقای احمد نژاد آورده بود قصد داشت با انبان مال گزافی برای بعد از دوره احمد نژاد یا ادامه دوره احمد نژاد سرمایه گذاری کنه و اینها به این بهانه اختلاس های بزرگی کردن. حال اینجا یا شخصی اون رو مصرف میکنند یا تیمی هنوز مشخص نیست و مقاصدشون مشخص نیست. ولی اینکه چرا چنین امکانی به وجود اومد، گونه این کار، بهانه این کار، دور زدن تحریم هایی بود که آمریکا وضع کرده بود و استدلال آقای احمدی نژاد این بود که ما باید پول ها رو به حساب های
شخصی ببریم تا از اون طریق بتوانیم از طریق بابک زنجانی ها، ترکیه، دبی و جاهای دیگه تحریم ها رو دور بزنیم. آقای روحانی قصد داره که اینها رو پیگیری کنه و این مطالبات رو به خزانه دولت برگردند. اما اینکه چقدر توفیق خواهد داشت مشخص نیست، چون اولا لیستی که ما تا کنون اسامی رو افشا کردن فقط تیم احمدنژاد، ولی 70 میلیارد دلار رو نمیپوشونه. حتما افرادی از نهاد رهبری، از بانکداران بزرگ، از دیگر جناح ها هم هستند که معلوم نیست در حقیقت قدرت آقای روحانی تکافو کنه که اونها رو پیگیری کنه و یا یک چنین اراده ای داشته بود. به هر صورت یکی از مسائل بزرگ اقتصاد ایران و نه تنها مسئله بزرگش این حجم فساد و این حجم اختلاس و در حقیقت دستبرد به بیت المال و اینکه این روال رو به حالت عادی برگردونن زمان بسیار زیاد میخواهد بود. یک قوه قضاییه مستقل میخواد، قوانین شفاف میخواد، دادستان و قاضی های شریفی میخواد که منافع ملی رو در نظر داشته باشن که در ایران هیچ کدوم از اونها نیست. خب آقای امیر، تحلیل شما رو میشنویم، ابعاد چنین حیف و میلی رو که این یه قلبش، همونطور که آقای شریعت مداری اشاره کردن اسامی دیگه نیست و جاهای دیگه، این ابعاد فساد رو شما ناشی از چی میدونید آقای امیر؟ ببین، مشکل فساد توی جمهوری اسلامی مشکل نهادیه، مشکل فردی نیست، یه مشکل فرهنگیه. حالا افراد زیادی هستن که توی این جریان هستن. برای نمونه مثلا آقای زنجانی رو که میگن 2 میلیارد دلار به شرکت نفت بده کاره، با این آدم که نمیتونه به این سادگی همچی پولی داشته باشه و همچی بدهکاری داشته باشه، باید دولت، نهاد، سازمان هایی که اونجا وجود دارن حامی بودن که بتونه این آدم همچی کاری بکنه. یعنی من فکر میکنم در ایران ما با مسئله فساد نباید شخصی و فردی برخورد کنیم، باید نهادی برخورد کنیم. بخش وسیعی، 50% اقتصاد ایران خارج از هر نوع نظارتی عمل میکنه. تمام بنیادها، نهادها و سازمانهای عریض طویلی که بعد از انقلاب درست شدن بدون استثناء همشون خارج از هر نوع نظارتی عمل میکنن. نه مالیات میدن، نه حساب کتاب پس میدن، نه کسی میتونه اصلا حساب کتاب از اینا بخواد، و هر کس هم بخواد سر به نیست میشه یا به حال یک جوری کارش تموم میشه. به هر حال یک کسی مسئله است. یعنی شما وقتی که 50% اقتصاد یه جامعه رو در جایی داری که اصلا حساب کتاب پس نمیده و هیچ نظارتی برش وجود نداره، خب طبیعیه که این جریان به فساد میکشه. حالا دستی کی هست اون 50%؟ آقای امیرم، بله، این 50% خارج از کنترل دست کی هست؟ دست نظامه، دست دولته، دست سیستمه. تمام این بنیادها، نهادها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی. ببین، این بخش دولته. وقتی که صحبت از فساد داره الان میشه و افرادی هم که اسم دارن میبرن و اونایی هم که دارن اسم نمیبرن، اینا تقریباً یا با دولتن، درون دولتن، یا با دولتی ها هستن. آقای زنجانی ظاهر قضیه اینه که یک به اصطلاح تاجر به اصطلاح بخش خصوصیه، ولی واقعیت این نیست. واقعیت این نیست که آقای زنجانی خارج از بخش دولت عمل نکرده و اصلا درون بخش دولت بوده این کار رو کرده. خب شما میفهمید که نهادینه شده. این نهادینه یعنی آیا میتونه یه همچین ابعادی بدون اطلاع یا نهاد رهبری باشه؟ من میخوام بگم که اصلا با این بحث نباید متاسفانه ما را هر از چنگایی با یه تعداد اسم سرگرم میکنن، 2-3 نفرم میکشن، چند نفرم زندان میکنن، بعد مسئله حل میشه، دل ما هم خنک میشه. ما باید از این جریان بیایم بیرون و به این جریان فساد
یک برخورد نهادی بکنیم، بگیم این جریان جریان فردی نیست، یک جریان ضمن این که نهادی فرهنگی هم هست. ببینید چرا این افراد فاسدن، چرا میلیاردها دلار این بر اون بر میکنن. یکیش دلیلش خیلی ساده است، یکی این که اینا ملی نیستن، وطن پرست نیستن، اینا فقط به دنبال جیب و گروه خودشونن. خب یک مشکل اساسیه یک کشوری که دست یه عده‌ای افتاده که وطن پرست نیست و خود پرسته، مشکل ایجاد میشه و این باعث میشه که فساد ایجاد بشه. فساد وقتی ایجاد میشه که جامعه به خود پرستی میره به جایی که به ملی پرستی و وطن پرستی بره. یا آدم وطن پرست که دزد نمیشه که، یا آدم وطن پرست که جیب ملتشو نمیزنه که، یا آدم ملی که جیب ملت رو نمیزنه. بنابراین اینا خود پرستن. بله. بخش دیگری از مشکله، یعنی یه حکومتیه که خودپرست شده و سعی کرده درون خودش یه عده رو پرورش بده و بقیه رو به بهانه های مختلف دگر اندیش و سکولار و چپ و راست و این بر اونور خارج محوطه نگه داره. خب این نمیشه. بنابراین میخوام بگم که ما باید با این مسئله فساد که در ایران واقعا به اوجش داره میرسه و رسیده در واقع، و من اعتقاد دارم در آینده نزدیک بیشتر هم خواهد شد، کمتر نخواهد شد، بهتون قول بدم در آخر حکومت آقای روحانی هم ما بیشتر خواهیم داشت، برای اینکه مسئله فردی نیست که آقای روحانی تعدادی رو بگیره فرمودید، مسئله حل بشه نهادینه هست پس بگیره حل بشه، این مسئله باید نهادی حل بشه. مثلا باید اون 50% رو روش نظارت گذاشت. آقای امیر احمدی حتما میرسیم به بخشای دیگه صحبتی که کردید، راه حل ها چیست، چه باید کرد، چه که البته کاری از دست ما ساخته نیست. اما پیش از اون آقای شریعت مداری عزیز، ببینید شما اشاره کردید که اگر دولت آقای روحانی بخواد یا دولت روحانی در مسیری که مبارزه با فساد اگر بخواد اقدام بکنه، اشاراتی در متن سخنان شما به این موضوع بود. ببینید یکی از کسانی که از بنیانگذاران به قول آقای امیر احمدی این نهادینه شدن و فساد در جمهوری هست، آقای هاشمی رفسنجانی است بدون هیچ شکی، با باندهایی که راه انداخت، با باندهای رشوه گرفتن، رشوه دادن، نفت ایران رو به این عموم فروختن. بگذاریم از اینکه جو زمان به سمتی میره که کسانی مثل آقای آیت الله صانعی که یکی از نهادهای بزرگ فساد مالی رو در ایران در واقع با چنگ انداختن روی املاک و شرکت‌های مختلف در منطقه اصفهان، امروزه مثلا به عنوان یک آزادیخواه و اینها در اومده. اما چطور آقای روحانی که پشت به چنین آدم‌هایی داره اساسا چرا باید تمایلی داشته باشه برای فساد زدایی؟ آیا این فقط یک جنگ داخل نیست؟ چرا تا بالی همچی لیستی منتشر نشد؟ چرا با قول آقای امیر احمدی در دولت روحانی هم کاملا مشهود هست که میشه منتظر فساد بود، چرا آقای روحانی در کابینش وزیری مثل آقای زنگنه داره که هم اپوزیسیون داخل و هم اپوزیسیون خارج سعی کرد چهره ایشون رو بزک کنه، حال اینکه به گواهی اسناد آقای زنگنه، بیژن زنگنه، در فساد مالی در معاملات نفتی ایران نقش بسیار بسیار اساسی داشت. میشنم حالا ببینید این قضیه رو از هر جا که بگیری میشه عمیق‌تر بررسی کرد. در اصل این قضیه از اینجا ایجاد شده که این نظام ایدئولوژیک هست و در نظام‌های ایدئولوژیک عده‌ای به اسم خودی تشکیل میشن که امتیازات ویژه دارن و از رانت‌ها استفاده میکنن و این رانت ها باید در محدوده هیچ قانونی نگنجه و بنابراین این فساد رانتخاری و خواستخاری خودی ها تبدیل به نهادهای تنومندی میشه در عرض 35 سال که دیگر هیچ کس از عهدهش نمیاد. بنابراین اگر بخواییم این معضل رو ریشه ای حل کنیم، اصولا یک نظام ایدئولوژیک اهم از اینکه چپ باشه، راست باشه، ملی باشه، هر جور باشه، وقتی جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و برای خودی ها قانونی نبود، شفافیتی نبود،
امتیازات خاص بود، خود به خود این فساد به وجود میاد و نهادینه میشه. اما نهادینه شدن فساد بعد شخصی و حقوقی اون رو در هیچ نظامی نمیتواند به صفر برسونه. یعنی نمیشه به بهانه اینکه این کارها نهادینه شده، ما اگر قوه قضاییه مستقل داشته باشیم، قانون شفاف داشته باشیم، قضات شریف داشته باشیم، در عین حال با عاملین و آمرین این فسادها هم در عین رفع این نهادها و برطرف کردن این نهادها باید به حسابشون برسه و پول به خزانه ملی برسه. اما اون چیزی که شما راجع به آقای روحانی میگید، امروز اقتصاد ایران انتخاب دیگه ای نداره. یا ایران محکوم به فروپاشی و تبدیل شدن به یک فیلد استیت است، یعنی فروپاشی اقتصادی در پیش اگر اصلاحات عمیق و ساختاری صورت نگیره، فروپاشی اقتصادی به فروپاشی اجتماعی و به فروپاشی نظام خواهد انجامید و فروپاشی اجتماعی چیزیست که ما رو نگران میکنه. بنابراین آقای روحانی در مقابل یک باید قرار داره. سابقه آقای روحانی هم شاید در مورد مسائل مالی ما هنوز ازش پرونده‌ای نداریم، ولی در قطع‌ها و سرکوب‌ها چندان بهتر از بقیه آمرین نیست و سالها عضو شورای امنیت ملی بوده، سالها نهادهای امنیتی را اداره کرده و بنابراین میتوان هزاران ایراد داشت. اون که ما راجع به آقای روحانی میگیم، این تحمیل و اجباریست که شرایط وادار کرده در طرز فکر خودش چرخشی حاصل بکنه و این چرخش از روی اجبار هست و در نتیجه این چرخش میتواند مقداری منافع ملی رو که همون جلوگیری از فروپاشی اجتماعی است و گام به گام زدودن فساد و اصلاحات ساختاری است در دستور قرار ده. من خوشبین نیستم که ایشون موفق میشه، ولی یقین دارم ایشون انتخابی جز این نداره، اینکه چقدر جرأت کنه، چقدر بتواند، چقدر بگذارم و چقدر خودش اراده داشته باشه چیزیست که باید ثبت کرد. تا کنون که کارنامه درخشانی در این زمینه نداشته، وعده هاش بیشتر از عملش بوده، ولی از اونجا که ما به ازای این تصور منفی بسیار وحشتناکه، یعنی فروپاشی اجتماعی و فروپاشی جامعه ایران، سعی میکنیم که نیمه مثبت لیوان رو ببینیم و بهشون این فرصت رو ملت بده که ایشون این اصلاحات رو پیش ببره. آقای شاید ندارید، این پرسش همینجا اتفاق مطرح هست که ببینید در منطقه تاریخ معاصر ایران رو که ما شروع مرور میکنیم، میبینیم که آغاز کننده مبارزات ضد استبدادی در منطقه در تقریبا ایران بوده. با کمی تأخر و تقدم میبینیم جریان ملی شدنها از زیر سلطه شرکت ها و کمپانی ها کشورهای دیگه باز هم در ایران پیش قدم بودن و ایران زمانی صاحب احزاب مختلف بوده. ایران همین در همون چه که انقلاب 57 خونده میشه، خب میبینیم چه مطالباتی داشتن بر زندگی نسبتا از نظر اقتصادی نسبتا تأمین شده پیش از انقلاب، ولی به هر حال مطالباتی داشتن، میزان رشد اقتصادی، همه اینا. چه شده که این ملت و این کشور الان راهی به فرمایش شما گریز و گزیری نداره جز انتخاب و تمکین به انتخاب کسی مثل آقای روحانی؟ بله سوال سوال برای من، یه همچین ملتی چه در یه همچین بنبستی علتهاشی هست؟ تازه کسی که امتحانشو به نحو بهتری در دوره خاتمی داده شده. بله سوال بسیار بزرگی میکنید. من در این دوره از دروسی که در بنیاد دانا دارم که از تلویزیون ایران فردا هم انشاءالله پخش خواهد شد، 32 جلسه در پاسخ به این سوال دست دادم. پس به وقت اینطور فقط تئوری خودم رو خیلی کوتاه میگم و اون این هست که ما ایرانی ها به علت تاریخ استبداد زده خودمون ناخودآگاهی درمون به وجود آمده که از آزادی و دموکراسی میترسیم. به خاطر زیست در جهان کنونی استبداد رو هم بر نمیتاریم، استبداد رو از بین میبریم، ولی
در فضای پس از استبداد احساس ناامنی میکنیم و دوباره میریم یک مستبد رو میاریم، اون رو به مقام خدایی میرسونیم و دورش سینه میزنیم. از دموکراسی وحشت داریم، احساس ناامنی میکنیم و نمیتوانیم در فضای دموکراتیک زندگی کنیم. استبداد هم نمیتواند موفق بشه برای اینکه با سرشت جهان امروز در مخالفت است. استبداد برای ما مسائل بزرگی به وجود میاره. شروع میکنیم ریشه استبداد رو زدن، دوباره استبداد از بین میره، ولی خودمون دوباره میدویم، مستبد جدیدی کشف میکنیم، اون رو روی سرمون مینشانیم، دورش سینه میزنیم، به مقام خدایگانی میرسانیم، یا آریامه میشه، یا حجت خدا میشه، یا ولی خدا میشه، و بنابراین این دور باطل دوباره تکرار میشه. ما باید به این مسئله خودمون خداگاهی پیدا کنیم، خودمون رو وفق بدیم با مختصات جهان جدید و از زندگی در محیط دموکراتیک نترسیم و دیکتاتورها رو به خودمون مسلط نکنیم. همه چیز در حقیقت برمیگرده به خود ما، به فرهنگ ما و به خداگاهی نسبت به عیوب خود. خب حالا این موضوعی است که آقای شریعت‌مداری اشاره کردن، فرمودند که زمان طولانی رو اختصاص دادن به این بحث، طبیعی هم هست، بسیار روشن هست که موضوع بحثی است بسیار طولانی، ریشه‌یابی این که چه جامعه‌ای، کشوری، ملتی تولید استبداد میکنه، ریشه‌هاش کجاست، تا چند اندازه دین در این مسئله دخیل هست، تا چند اندازه حتی مثلا در نظام‌های پادشاهی در چنین کشورهای دین وقتی میخواد اعتبار خودش محسکمتر کنه، پادشاهی میاد و خودشو در سایه دین تعریف میکنه، ذل الله هست، در دوران قاجار چنین بوده و بعدها. میگم بحث بسیار طولانی است، همونطور که آقای شریعت‌مداری اشاره کردن، امیدواریم در سلسله صحبتاشون در عرض کنم خدمتون تلویزیون ایران فردا هم این بحث رو بشنویم، جای صحبت بسیار بسیار داره. فقط من یک نکته رو اضافه کنم، در تاریخ معاصر ایران ایرانی ها بیشترین تعداد رو درست یا نادرست چه مفهومی از آزادی داشتن، احزاب مختلف بیشترین قربانیان رو برای مفهومی به اسم آزادی داد، کشتگان رو. و سرانجام نتیجه‌ای که دست یافتن چون این هست که در بنبستی به اسم همین که آقای روحانی اگر نباشه یا انتخابی جزی نیست، همیشه در بنبستی سر از قرار بود سر از دموکراسی در بیارن، سر از این بنبست در آوردن که انتخاب بین بد و بدتر. این نوع دموکراسی است که انقلابیون 57 به مردم ایران هدیه کردن. آقای هوشنگ امیرحمدی عزیز، سخن شما رو در این زمینه میشنویم اگر هست، وگرنه پرسش دیگری. بله، عرض کنم که من فکر میکنم مشکل همه کشورهای دنیا تا قرن 19 مستبد بودن، استبداد چیز جدیدی نیست در ایران. اروپا هم قرنها تو استبداد زندگی کرد، توی قرن عصر تاریک بود عصر. ولی واقعا اتفاقی که در قرن 19 در دنیا افتاد مهمه، عصر روشنگری، عصر ملت‌سازی، و یک زمانی که اروپا واقعا اروپا شد، یا کشورهایی که رشد کردن رشد کردن و اونایی که رشد نکردن عقب موندن. ایران، برای اینکه ایران رو خوب بشناسیم باید تاریخ دوره قاجار رو با دقت بخونیم. من خوشبختانه آخرین کتابم در مورد اقتصاد سیاسی قاجار هست که انگلیسیش دو سال پیش در اومد، فارسیش هم انشاءالله تا سال دیگه در میاد. از سبای این که چه اتفاقی قرن 19 افتاد، دو چیز خیلی مهمه. یکی این که در ایران ما یه بخش دولتی داشتیم که این بخش غیر ملی، غیر وطنی بود، یعنی یه عده مستبد بودن که بازم خودپرست بودن تا کشور پرست یا وطن پرست یا ملت پرست. در کنار اینا، بازم در کنار این دربار، نیروهای به اصطلاح نخبه
نقطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره بودن که اونها هم از همین فرهنگ درباری نشخوار میکردن و فاسد و این دو به همراه نیروهای مثل انگلیس و فرانسه و مخصوصا روسیه وضعیتی تو ایران به وجود آوردن که نذاشتن نیروهای مترقی و تنپرست ملی جون بگیرن و هر موقع جون هم گرفتن از بینشون بردن، یعنی بخش دولت و بخش خصوصی بالای ایران در اون دوره عملا مزدور و وطن پرست بود، وطن فروش بود. اکثر اینا از انگلیسی‌ها پول می‌گرفتن یا از روس‌ها می‌گرفتن، اینا روسوفیل بودن، انگلوفیل بودن، به جای اینکه ایرانوفیل باشن، به جای اینکه طرفدار ایران باشن، این نخبگان سیاسی اقتصادی طرفدار روسیه یا انگلستان یا جاهای دیگه بود. این در زمان قاجار بر آقای امیر احمدی قطعا شما برخورد کردید. در برای مثال مثلا در شرح زندگانی من آقای عبدالله مصطفی هم نوشته وقتی در کابینه شرکت میکردن یا پچه که بود جمع میشدن جلسات رسمی زمان قاجار، روی لباسشون مینوشتن که انگلستان یا روسیه یا هر چیزی، با افتخارم مینوشتن. بفرم. بله، نکته دومی که میخوام بگم اینه که در قرن 19 قرن ملت سازی بود، یعنی کشورها یواش یواش از این مجموعه مردم و سرزمین ملت ساختن. ملت یعنی شهروندی، یه مجموعه از شهروندا با حقوق مشخصی. به این شهروندسازی در اروپا مخصوصا بعد از جنبش روشنگری و انقلاب فرانسه از پایین شروع شد و حالا بخش بالا هم شهروند بود ولی بخش پایین هم وارد این میدون شد. در ایران ما هیچ وقت ملت سازی نکردیم و ملت سازی اگر هم شد بسیار بسیار ناقص بود. وقتی ما ملت سازی نمی کنیم یعنی شهروند سازی نکردیم. هنوزم ما ایرونیا یه بخشیمون اصلا شهروند نیستیم، یک پاسپورت علکی تو جیبمونه، یک شهروندی علکی تو اسممونه، ما شهروند ایرانی. ولی بله آقا، البته آقای امیرحمدی میگم بس بسیار طولانی است. ما وقتی راجع به شهروند صحبت میکنیم مفهوم ترجمه شدهش از انگلیسی که نیستش که. شهروند بودن اساسا نیاز به شهر داره قبل از هر چیزی و شهرسازی پدیده، یعنی شهر و توسعه شهر به هر حال در زمان قاجار آنچنان نبود. شاید بشه گفت که از زمان شاید که به طور قطع از زمان رضا شاه است و در دوران پهلوی است که به اصطلاح میاد و شهرسازی و توسعه شهرها پیش میاد. من میخواستم خواهش کنم از این بحث به نتیجه برسیم. بگم که ما مشکل ملت سازی داشتیم و هیچ وقت شهروندسازی نکردیم و از شهروندسازی در ایران از بالا شروع شد. اول درباری ها شهروند شدن، بعد تجار بزرگ، بعد عمرای ارتش بزرگ و همینجور تا به طبقات متوسط رسید. دیگه امکانات شهروندسازی مثل اینکه تموم شد و اون طبقات فقیر و اینا هرگز شهروند نشدن عملا. شما حتی در انقلاب مشروطیت در مجلس اول فقط اون بخش بالای طبقه متوسط به بالا تا دربار حق رأی داره، پایین نداره. بعدش ادامه پیدا می‌کنه. ببینید ما الان تاریخ رو بررسی نمی‌کنیم، وگرنه بعدش ما میرسیم تا قبل از انقلاب طبقه متوسط که هیچ طبقه به زیر متوسط هم تونست به دانشگاه‌ها راه پیدا کنه. آره، و شهرنشین بشه و و و میگم منظور من این هستش که ببینید الان این فسادی رو که ما درش هستیم، این دوره رو که درش هستیم، چون این فسادهایی وقتی که درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف نفت در شهر بنده مسجد سلیمان و ما و تا 22 بهمن 57 تا مجموعه درآمدهای نفتی ایران بر اختلاف به این اندازه هست، از آقای دکتر مینا تا بقیه تا مؤسسه تحقیقات استراتژیک ژنو، بین 110 تا 100 حدود 40 میلیارد، 30 خورده میلیارد، شاید رقم های دیگه باشه من اطلاع ندارم. بله. بیش از این نیست. تا
تمام درآمدهای نفتی ایران، تمام درآمدها رو عرض میکنم خدمتتون، اینقدر بوده. این یه قدم. ما ایرانی ها هنوز یک مجموعه ملی نیستیم، یه ملت نیستیم، ما یه عده ترایب هستیم، یه عده عشایر و ایل و تب اینو گروه و این به قول گروه بندی هایی که الان میبینی جناح بندی ها و غیره از همونجا میاد. یعنی ماها واقعا شهروند یک کشور نیستیم، یک سرزمینی به نام ایران با تعدادی از مردم که درش زندگی میکنن هنوز مجموع این دوتا یکی نشده. یه سرزمینی اونجا زندگی میکنن ولی از این تعداد آدم ها یه عده به اصطلاح خودشونو شهروند میدونن و بقیه هنوز شهروند نیستن. حالا در همچه وضعیتی ملیگرایی، وطن پرستی، کشوردوستی به وجود نمیاد و طبیعیه در همچه وضعیتی اونهایی که در کنترل باشن و هستن نمیخوان دموکراتیک بکنن جامعه رو، یعنی همون اون بخش دیگر رو هم شهروند کردن. از اون طرف هم وقتی که چون این جریان این به این شکله وطن پرست نیست، خود پرسته، این حتما فاسد میشه، یعنی به جیب خودش میتونه. اینو در بخش قبلی فرمودید. در واقع اصلا بحث توسعه نداره، بحث شهروندی نداره، بحث استقلال نداره، و اگر هم بحث استقلال و شهروندی و توسعه میکنه شعاریه. ببینید بحثی است که ما زمینه های ناسوتی بحث رو به زمینه های لاهوتی میتونیم تبدیل کنیم. تمام این خصوصیاتی که شما میفرمایید ممکنه درست باشه، این یه نظریه شما میفرمایید. حرف من این هست که همینی که ملت نیست، همینی که هرچه که شما میگید هست، یه گذشته هم داره. در همون گذشته خیلی خیلی بدتری که وجود داشته، مثلا اگه بخوایم اشاره کنیم که فکر میکنم مثلا زمان قاجارش، اجازه بفرمایید، بس بر سر اینه، چون این دزدی ها و حیف و میل هایی نمیشد. مگر همین ملت نیست؟ مگر همون حکومت به قول شما؟ بله، این حکومت در دل قاجار میشه، خیلی معتقدم بیرون اومده، از دل روحانیت قاجاری بیرون اومده، ولی شما یک همچین ابعادی رو نمیبینید. شما، من میگم دوران مثلا پهلوی ها، فارغ از بررسی و نقد و انتقاد که موقعش الان نیست، شاید زمان دیگه هرچی که هست، درآمدهای نفتی ایران مجموعش اومد بود. شما یک رقم بدهی بانکی 1 میلیارد دلاری یا 100 میلیون دلاری یا 10 میلیون دلاری نمیبینید که گرفته باشن 10 نفر و بعد پس نداده باشن گردن کلوفتی. همون ملت مگر نیست؟ بس من اینه، این از کجا میاد؟ آیا از این نمیاد که روحانیت که یکی از ارکان حکومت بوده، ارکان همین جامعه بوده در طول تاریخ ایران، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، این به قدرت سیاسی دست پیدا کرده؟ خیلی مختصر اگه بفرمایید ممنون میشم. ببینید بس من خیلی بحث ساده ایه، من دارم عرض میکنم که ما گونه از ریش، ما اصلا هنوز ملت نشدیم، وطن پرست نیستیم، ملی نیستیم، و خیلی طبیعیه که دیگه دموکراسی و مسائل توسعه و مسئله اقتصاد خوب منتفی بشه. خب ما باید برگردیم به ملت سازی، به کشور سازی، به شهروند سازی، به اون حقوق اساسی شهروند رو باید به اصطلاح وارد میدون کنیم، قانونمند بشه، انضباط پیدا کنه. متاسفانه با توجه به همه شرایطی که تو ایران وجود داره امروز، یه همچی حرکتی غیر ممکنه. بسیار آقای امیر احمدی، چون پاسختون همون هست که قبلا فرمودید، اجازه بدید من این پرسش رو از آقای شریعت مداری بپرسم. این تعریفی که آقای امیر احمدی میکنن، دیروز که به وجود نیومده آقای شریعت مداری، اگر این باشه خب همیشه همین بوده دیگه. حرف من اینه این نوع تعریف ناشی از یک دید از دموکراسی است که مدلش و مدل فرانسه قرار داد. برعکس در انگلستان اتفاقا شهروندی از همون بالا شروع شد. ما دموکراسی داریم مثلا مثل استرالیا که دزدانی رو که ملکه انگلیس تبعید کرده بود این دموکراسی رو ساختن.
آمریکایی رو داریم که جویندگان طلا و افراد بسیار مذهبی که از انگلستان گریخته بودند به خاطر آزار و شکنجه‌ای که به خاطر دگراندیشی مذهبیشون بود آمریکا رو ساختن. اینها دموکراسی ساختن، کشور درست کردن و در آمریکا یک کشور مصنوعی درست کردن، کشوری که تاریخ نداشت. بنابراین نمیشه یک مدل رو چسبید و گفت که ما باید برگردیم به قرن 19 هم دوباره همون مسیر رو دوباره بیاییم. احتیاجی نیست، مسلماً چنین احتیاجی نیست. اما در مورد مسئله که شما میگید، بله، روحانیت و هر ایدئولوژی که به قدرت برسه اولین کارش اینه که جامعه رو به عده‌ای که به ایدئولوژیش باور دارن اون رو تقویت میکنن تقسیم میکنه و دیگرانی که یا بیتفاوتن یا بهشون اطمینان نداره یا مخالف، و همه امتیازات رو به این بخش خصوصی کوچیکی میده که به اون باور داره. بنابراین این که میگید چرا ابعاد فساد چنین گسترده شده، برای اینکه این ابعاد فساد برنامه ریزی شده است، روش فکر شده، نقشه کشیده شده، مطالعه شده که چگونه منابع ملی رو غارت کنیم و به خودی ها بدیم. و بنابراین غیر از حکومتی است که مثلا در دوره شاه یا دوره قاجار به خاطر فساد شخصی عده‌ای پول می‌دزدیدن، اون هیچ موقع قابل قیاس با فساد سازمان یافته، ارگانیزه و دارای برنامه نیست. فساد در نظام‌های ایدئولوژیک برنامه‌ریزی شده است، و چون برنامه ریزی شده است ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا میکنه، نهان میشه، پیدا کردنش سخته، نهادهاشو نمیشه از بین برد، از قانون معاف میشه و هیچ کسی زورش نمیرسه که به مقابله این فساد برخیزه. برای اینکه مقابله با فساد در حقیقت یعنی مقابله با نظام ایدئولوژیک، و بنابراین در خود این پارادایم، بر علیه خود این پارادایم نمیشه قیام کرد. در حقیقت باید از نظام ایدئولوژیک گذر کرد، باید به جای امت، اینجاست که با آقای امیر احمدی موافقم، باید به جای امت شهروند متولد بشه، شهروندی که حقوقش با دیگران برابر باشه، خواسته گروه خاصی نباشه، ایران برای همه ایرانیان واقعا باشه، و اون وقته که این فساد دیگه از صورت نهادی خارج میشه و به صورت فردی در میاد که در همه دنیا هست. آقای شریعت مداری، چون ابعاد فسادی رو میشه بی اطلاع و دست داشتن نهادهای قدرتمندی در نظام، مثل نهاد رهبری، مثل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل نهادی مثل پاسداران، مثل میشه بدون اینها، بس کم مثل خود رهبری جمهوری اسلامی بی اطلاع باشه. اصلا به وسیله نهادهای بزرگ سیاست برنامه ریزی میشه این فساد. اون چی که پیش میاد اینه که بعضی از باندها از قوانین نانوشته راندخاری تجاوز میکنن، جنگ قدرت شروع میشه، بعضی ها رو لو میدن در این جنگ قدرت و علنی میشه. اون چی که ما میشنویم و میبینیم مقداری از کوه یخی است که 9 دهم اون زیر آب هنوز مخفی است و ما نمیدانیم و جنگ قدرت به اونجا نرسیده. بنابراین به هیچ وجه اینطور نیست که اینا اتفاقی است یا اینکه ابتکار شخصی است یا آقای بابک زنجانی مثلا روی شانس و تصادف پیدا شده. اینها برنامه ریزی شده است برای نگه داشتن پایه های اجتماعی حتی اقلی که این نظام ایدئولوژیک پس از ناکامی‌های متوالی داره و می‌ترسه که این نظام، این پایگاه کوچک اجتماعی رو اگر دائما بهشون رشوه نده و رانت نده و از لازم مالی تغذیه نکنه، اینها رو هم از دست بده. خب من فقط این رقم رو برای اینکه من و آقای شریعت مداری و آقای امیر احمدی رو بعد زیاد خبر ندارم، حتما کم بیشم ایشون همینطور هستن و شما بینندگان عزیز، یه سری ارقام هست سردر نمیاریم، مثل 70 میلیارد دلار رو من برای فهمش اینکه در ذهنم چقدر چجوری میشه میام تقسیم میکنم به یه چیزایی، از جمله این که من رفتم و دیدم دست و پای مصنوعی پیشرفتهی که میسازن ساخته میشه که باش کوه نوردی هم میکنن، کسانی که در افغانستان پای خودشون
از بین رفته یا دستشون، دیدید آقای امیر احمدی قطن، آقای شریعت مداری هم دید. و با اینها میتونن حتی کوهنوردی کنن، زندگی عادیشون داشته باشن، در المپیک هم شرکت کردن. این 70 میلیارد رو من وقتی تقسیم کردم به هر دونه شو، خود شما تقسیم میکنید هر دونه شو، ببینید به 5000 دلار تقریبا میشه ساخت، حتی وقتی زیاد میکنید چندین میلیون میشه دست و پا برای معلولان جنگی ما ساخت. 70 میلیاردی که آقایون و خانم ها گرفتن در جمهوری اسلامی و پس ندادن برای معلولان جنگی، کسانی که به خاطر وطنشون، دوست داشتن وطنشون، دفاع از وطنشون رفتن و نیمه جان برگشتن و الان در گوشه های خونه ها داغ دل پدران و مادران و کسان خود هستن. 70 میلیارد دلار پول اوناست، دست و پاهایی برای معلولان جنگی، میلیون ها که البته ما نیاز نداریم، میلیون ها خیلی کمتر و زندگی خیلی خوبی میتونن داشته باشن برای همیشه. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. در حاشیه مذاکرات پنی به اضافه یک یا پیش از اون به طور رسمی یا هرچی که بود، مذاکراتی هم بین فرستادگان تهران و آمریکا انجام شد. این مذاکرات رو به کجا داره؟ آیا حل کلی یا کل مسائل فیما بین، یا اینکه خیر فقط مربوط میشه به مسائل اتمی؟ اولا این مذاکراتی که دیروز و امروز در جریان بوده بین فقط ایران و امریکا نبوده، قرار بود بین ایران و امریکا باشه، ولی خانم اشتون وزیر امور خارجه ایو و هلگای شمیت نماینده آلمان در 5+1 هم در این مذاکرات بودند. این نکته خیلی مهمیه، یعنی در لحظه آخر احتمالاً امریکایی‌ها تصمیم گرفتن که خودشون فقط با ایران تنها نشن و این خانم رو، این دوتا خانم رو هم بیارن وارد میدون کنن و این خب نشان از حسن نیت نداره. معناش اینه که دولت امریکا نخواسته دفعات قبلی پشت در بسته‌ای به طور خصوصی با ایران به توافقای برسه. شاید بی‌اعتمادی آقای امیرحمدی رسیدن به توافق در این نشست‌های اخیر نبوده و بنابراین اعتقاد دارم که از اون چی که من می‌بینم از این وضعیتی که پیش اومد دیروز و امروز، ما در 20 جولای که پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو هستش، ما توافق دیگری رو نخواهیم داشت. احتمالاً اینا چیز میکنن، این مذاکرات رو برای 6 ماه دیگه هم تمدید میکنن و در واقع ممکنه ایران و امریکا دوباره برن دو همون مسیر مذاکرات بی پایان و این وسط به هر حال امریکا یه مقدار خیالش از وضعیت غنی‌سازی ایران راحت شده، اورانیوم 20% از بین رفته، بخش وسیعی از عملکردها و یا اصطلاح وضعیتی که داشت این غنی‌سازی یا کم شده یا متوقف شده و یا آروم شده، آهسته شده. به هر حال امریکا الان زیاد عجله‌ای نداره به نظر من که با امریکا، با ایران به توافقی برسه. اون چیزی رو که می‌خواسته بگیره حدوداً گرفته، میتونه روی اون بشینه برای یه مدتی، ولی به در همه این مدت هم چه از 6 ماه قبل تا الان به 6 ماه بعد هم
متاسفانه بار این مشکل حل مشکل غنی سازی رو دوش ایران خواهد بود و امریکا واقعا هیچ باری رو دوشش نیست و اون پول کوچکی رو هم که قرار بود به ایران بده اون رو هم تازه به اندازه کافی نداده، تازه هنوزم قسط چهارشو میگن دادن، قسط پنج و شیش هنوز در کار نیست. به هر حال میخوام بگم که نظر من اینه که امریکا دیگه الان عجله‌ای برای گرفتن یه قرارداد جامع‌تر از جمهوری اسلامی نداره، به احتمالاً سر همین قرارداد دیده که در ژنو امضا کرده برای مدتی میشینه و از طریق اون قرارداد جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که امتیازات بیشتری بده. در این حال هم امریکا هیچ امتیازی رو در اون مدت 6 ماه آینده نخواهد داد. اینه که فکر میکنم امریکا از روز اولش مشکل غنیسازیش فقط غنیسازی نبود، یک مشکل وسیع‌تری رو با جمهوری اسلامی داشت که غنیسازی قدم اولش بود. مشکل اصلی رو که امریکا میخواست حل کنه و اگه نتونه اونو حل کنه مسئله حل نمیشه، مشکل خلع سلاح جمهوری اسلامیه. اونا میخوان نه فقط خلع سلاح چی آقای امیرعبدی، غنیسازی و بمسازی رو از جمهوری اسلامی بگیرن، که میخوان قدرت موشکی جمهوری اسلامی رو هم ازش بگیرن. اینه که ما باید یکم وسیع‌تر به این جریان نگاه کنیم و نباید توی تله این بحث‌های روزمره‌ای که بین در مطبوعات مطرحه بیفتیم و باید یه دید درازمدتی پیدا کنیم به این اتفاقی که بین ایران و امریکا داره میفته. یعنی چی دید درازمدت؟ ببخشید، یعنی اینو اگه یه کمی روشن بگید و خیلی مختصر. دید دراز مدت یعنی چی؟ نگاه در دید دراز مدت به این مسئله ایران، بین ایران و امریکا، در عکس دراز مدت بین ایران و امریکا نه غنی‌سازی وجود داره، نه تروریسم، نه حقوق بشر، نه صلح و عرب اسرائیل. اینا همه مسئله هم. اون چی که واقعا بین ایران و امریکا نشسته و مسئله را خراب کرده، این رابطه را خراب کرده، انقلاب 79 است. ایران یک انقلاب کرد در 79 که این انقلاب دو هدف داشت: شاه رو بیرون کنه، دموکراسی و آزادی به وجود بیاره، امریکا رو بیرون کنه، استقلال درست کنه. شاه رو بیرون کرد، از توش چیزی در نیامد. امریکا رو هم بیرون کرد، مدتی سر صدا کرد و صاحب استقلال و اینا خواست، ولی امریکا برگشت با تحریم و با جنگ و دعوا به صدمه زد به حکومت. الان هم حکومت تمام زورش اینه که به یک شکلی زنده بمونه، به ادامه بده، و برای همین هم فکر میکنه اگه برگرده و با امریکا یک سری سازش هایی بکنه، امریکا دست از این جریان میکشه. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امریکا هرگز با هیچ انقلابی زندگی نکرده و با انقلاب اسلامی هم در تحلیل نهایی زندگی نخواهد کرد. بنابراین در ایران باید دولت و نظام باید یک کثیف خودشون رو با دنیا و با این انقلاب همون جور که چین کرد. اجازه بفهمیم چون وقتمون خیلی کمه، ما بخوام این مسئله رو بشکافیم. خب بس بدسر اینه که بغل گوش آمریکا کوبا رو داریم، سالیان سال یک بارم به جنگ جهانی نزدیک میشد ولی آمریکا خیلی راحت الان هست، بغل گوشش هست. درسته که رابطه ندارم جای دیگه، این بحثیست طولانی. اما از آقای شریعت مداری گرامی این پرسش رو داریم که واقعا هسته مشکل جمهوری اسلامی با جهان غرب به طور کلی و با آمریکا به طور خاص در چی هست؟ من مشکل اصلی جمهوری اسلامی با دنیا اینه که سیاستی رو که اعمال کرده از بد به وجود آمدنش با امکاناتش تطبیق نداشت. یعنی جمهوری اسلامی بر اساس این تصور واهی سیاست خارجی رو بنیان گذاشت که شریک یا دیکته کننده سیاست خاورمیانه در همه جهان خواهد بود و به خاطر این راه و رسمی رو برگزید که در حقیقت پایه‌های ناراضی و آسی جهان اسلام و دیگر مناطق رو با
شعارهای بسیار رادیکال بر علیه غرب و اعراب و دیگر حکومت‌های منطقه بسیج کنه و اونها رو سازمان بده و با این سازماندهی در سیاست مداخله بکنه. این کار به پایان خودش رسیده و ایران اکنون نه تنها در مورد غنی‌سازی مواجه با یک سری تصمیم‌های بسیار اساسی است. این تصمیم‌ها عبارتند از اینکه آیا ما انقلاب در انقلاب خودمون رو ادامه بدیم یا اون رو به یه طریق آبرومندانه ای کنار بگذاریم و حکومت قانون، دموکراسی و آزادی رو به تدریج بیاریم. آیا اقتصاد رانتی رو نگه داریم یا به تدریج اقتصاد رو اصلاح کنیم؟ آیا با آمریکا روابطمون رو عادی کنیم و از این سرمایه‌ای که در از این 35 سال برای بسیج توده‌ای استفاده کردیم و در همسایه ها نفوذ کردیم چشم بپوشیم و یک دوره جدید رو آغاز کنیم یا همون سیاست ها رو پیش ببریم؟ مجموعه این تصمیم ها ناگزیرهایی است که عدم تمکین به اونها خطر تلاشی داره و تمکین به اونها هم کم ریسک نیست. یعنی جمهوری اسلامی میترسه اگه پایه‌های اجتماعی خودش رو در منطقه و در ایران عوض کنه. گروه های مستضعفی رو که سازماندهی کرده بود قبلا، بسیج رو از بینشون به وجود آورده بود، از دست بده و بخش میانی رو گروه مخاطب خودش قرار بده، میترسه که اونها رو از دست بده و به دشمن خودش تبدیل کنه و بخش میانی هم به این زودی به جمهوری اسلامی اعتماد پیدا نکنه. در منطقه هم میترسه که ناراضی های عربستان و خلیج و عراق رو از دست بده، ولی با حکومت عربستان و خلیج و جاهای دیگه هم اطمینان رو نتونه به دست بیاره در کوتاه مدت. بنابراین تصمیم های بسیار مهمی است که در مدت کوتاهی باید بگیره و شاید نتواند بگیرد و شاید نیمبند بگیره و در نتیجه زمان رو از دست بده. کمتر از یه دقیقه وقت داریم، ادامه چنین وضعی به سود ایران هست یا نه؟ به سود نه ایران هست نه به سود این نظام هست. به سود ایران نیست، برای اینکه ما در آستانه فروپاشی اجتماعی هستیم. به سود این نظام نیست، برای اینکه کشورهای این چنینی حتی اگر بتونن ادامه بدن به کشورهای ناکارآمد یا فیلد استیت تبدیل میشن، به کشورهایی که دیگه قهر در انحصارشون نیست و گروه های رقیبی به وجود میان که اونها هم به اندازه حکومت توان خواهد داشت. این یک نکته هم بگم، به زودی جامعه ما شاهد برآمدن دو گروه رقیب روسوفیل و طرفدار غرب خواهد شد و این دو رو در روی هم خواهند ایستاد و وضع وخیمتر خواهد. با سپاس بسیار آقای شریعت مداری گرامی، با سپاس از شما در هامبورگ آلمان و سپاس از آقای هوشنگ امیر احمدی عزیز در نیوجرسی. در برنامه فردا، برنامه سرزمین ما، آقای ناصر محمدی و آقای اسفندیار منفردزاده خواهند بود. به این موضوع خواهیم پرداخت که نقش مرکزیت در ساختار اداره کشور ایران چقدر نقشی تخریبی بوده و چقدر سازنده، موضوعی که در برنامه سرزمین ما فردا بازپخش این برنامه خواهید دید. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندوس، سملان، الوند، کو آسماری، کو ساران، دراک، دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.